سلام همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. 10 تا از عجیبترین جزیره های روی زمین. قطعا جزیره ها جذابترین نقطه های جهان هن. بعضی هاشون منطقه های گردشگری معروفی هن مثل بالی و جزایر یونان، بعضی هاشون هم جاهای دور افتاده هن و دسترسی به اونا غیر ممکنه، ولی میتونن محل خوبی برای فرار از شلوغی باشن. هرچند بعضی از جزیره ها امکانات زیادی ندارن و از تمدن دورن که باعث میشه به جایی برای اتفاقات عجیب و مرموز و غیر قابل توضیح تبدیل بشن. امروز قرار نگاهی بندازیم به 10 تا از مرموزترین جزیره های روی زمین و اینکه چی باعث شده این مکان ها منحصر به فرد بشن و سعی کنیم بفهمیم دقیقاً تو این جاها چه اتفاقاتی داره میفته. پس تو ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. شماره 10، جزیره بنرمن. وقتی به یک جزیره مرموز فکر میکنین، احتمالاً یه نقطه دور افتاده روی زمین به ذهنتون میرسه. اما اولین و ساکت‌ترین جزیره تو لیست امروزمون فقط نیم ساعت از نیویورک فاصله داره، اونم با قایق. وقتی برای اولین بار این مکان رو میبینین، احتمالاً وجود این قلعه نیمه تمام توجهتون رو جلب میکنه که توسط فرانسیس بنرمن ششم ساخته شده. اون با فروش مجدد تجهیزات نظامی که تو حراج‌های دولتی تو پایان جنگ داخلی آمریکا به دست آورده بود، پول زیادی رو به دست آورد. با این همه دارایی نیاز به جای امنی داشت و اونا رو نگه داره. برای همین پسرش بهش پیشنهاد کرد به جای انباری یک جزیره بخره و همین هم باعث شد از اون به بعد اسمش هم روی این جزیره بمونه. وقتی بنرمن تو سال 1918 مرد، ساخت قلعه متوقف شد. بعدها تو سال 1950 کل جزیره رها شد و هیچکس واقعا نمیخواست اونجا بمونه. ولی حالا بعضیا برای دیدن به اینجا میان. بومیای قدیمی آمریکایی میگن که این مکان توسط ارواح شیطانی تسخیر شده. شاید اونا بودن که باعث بدشانسی بنرمن شدن. شماره 9، دیگو گارسیا. حتی اسمش هم یکم عجیبه. دیگو گارسیا جزیره مرجانی تو اقیانوس هنده. ساکنان این منطقه چاگوسیان ها بودن که انگلیسی ها بیرونشون کردن تا آمریکا بتونه تو اونجا پایگاه دریایی بسازه. موقعیت این جزیره خیلی استراتژیکه، چون بین شرق آفریقا، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی قرار گرفته و به آمریکا این امکان رو میده تا به این موقعیت ها وقتی که بخوان دسترسی داشته باشه. این مکان تو جنگ خلیج فارس سال 1991، جنگ 2001 افغانستان و جنگ اخیر عراق تو سال 2003 خیلی براشون مفید بود. اما بیشتر مردم فکر میکنن که چیزی بیشتر از یک پایگاه دریایی وجود داره. اونا ادعا میکنن که آمریکا از اینجا به عنوان اردوگاه و زندان مخفی استفاده میکنه. درسته که این دولت تمام اینا رو تکذیب کرده، اما چطور میتونین ثابت کنین که کس دیگه‌ای به این مکان دسترسی نداره؟ شماره 8، جزیره ورزوزنیا. حدود 100 سال پیش اتحاد جماهیر شوروی به دنبال جایی بود که بعدها به یکی از غم‌انگیزترین آزمایشگاه‌ها تبدیل شد. بعد از جستجوی کامل این سرزمین، بالاخره جای خوبی تو جزیره ورزوزنیا پیدا کردن که تو دریای آرال واقع شده بود. اونا تو این جزیره آزمایشگاه‌های سلاح‌های بیولوژیکی رو ساختن و تو اونجا مواردی مثل آبله، طاعون، سیاه زخم و بیماری‌های دیگر رو از نظر ژنتیکی اصلاح می‌کردن تا در برابر درمان‌های پزشکی مقاوم بشن. بخشی از این آزمایش‌ها روی 300 میمون انجام شد که تو معرض میکروب قرار گرفتن تا به وسیله اونا روی روند بیماری نظارت کنن. حدود 1500 نفر توی این جزیره زندگی می‌کردن تا روی این پروژه کار کنن. تو اوقات بیکاری به باشگاه‌های اجتماعی، استادیوم‌ها یا جاهای جالب دیگه‌ای که دولت ساخته بود می‌رفتن، ولی نباید جزیره رو ترک می‌کردن. سرانجام دریای آرال خشک شد و آخرین تأسیساتشون هم به ویرانه تبدیل شد. با این شرایط سخت و این مرحله، تمام عوامل بیماریزا به جز سیاه زخم که میتونست مدت زیادی زنده بمونه از بین رفتن. البته طبق معاهده‌ای که تو سال 1972 امضا شد، استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی ممنوع شد. برای همین اونا باید تخم میکروب سیاه زخم رو دفن می‌کردن. مقامات ادعا میکنن که امروزه هیچ ردی از بیماری وجود نداره، اما حدس میزنم هیچ وقت نمیتونیم مطمئن شیم مگر اینکه یه روز از نزدیک بتونیم اونجا رو ببینیم. شماره 7، جزیره پووگلیا. اگرچه امروز جزیره پووگلیا متروک است، اما یک زمانی مکانی برای شفای جسم و روح بود. از 421 سال پیش این جزیره کوچیک تو تالاب ونیز وجود داشته. تو قرن 13 انسان‌ها برای اولین بار ساکن اونجا شدن و بعد تو قرن 17 این جزیره جایی برای قرنطینه مردم شد و اونایی که مبتلا به بیماری‌های مختلف شده بودن اونجا نگهداری می‌شدن. تقریباً 100 سال بعد اونجا به بیمارستان روانی تبدیل شد تا اینکه تو سال 1968 کاملاً متروکه شد.
اما چیزی که این جزیره رو اونقدر عجیب و غریب کرده چیزی نیست که تو گذشته اتفاق افتاده باشه. امروز بعضیا ادعا میکنن ارواح بیماران قلبی هنوز تو اطراف جزیره سرگردانن. کاملا میتونم این قضیه رو باور کنم. گذشته از اینا دکتری بود که روی بیمارا آزمایش انجام میداد و ارواح تسخیرش کرده بودن تا هدایتش کنن. اون در نهایت اونقدر دیوونه شده بود که از بالای برج ناقوس پرید. برج ناقوس از این جزیره برداشته شد اما ساکنین اونجا تو اون زمان صداشو میشنیدن. و این فقط یکی از داستانهایی که در مورد ارواحی که این مکان رو احاطه کردن گفته میشه و عجیب نیست که کلن متروک شده. امروز اینجا یک مکان ممنوع است اما بعضی از شوهای تلویزیونی تونستن به پوبگریا دسترسی پیدا کنن و بعضی از داستانهای احمقانهی که اینجا اتفاق میفته رو نشون بدن. شماره 6. جزیره پارتریج. میدونم خیلی از شما احتمالاً از شنیدن کلمه هایی مثل قرنطینه خسته شده اید. اما دقیقاً هدف اصلی جزیره پارتریج همین بود که تو سواحل سنت جان کانادا وجود داره. اینجا جاییه که مهاجران ایرلندی رو که تو سال 1830 به کانادا میرفتن رو قرنطینه میکردن. تو اون زمان تعداد زیادی از مهاجران بیماری های مختلفی مثل سرخک، وبا، تب زرد و تب مخملک داشتن. برای اینکه از گسترش بیماری جلوگیری بشه اونا رو تو این قرنطینه نگه میداشتن. زمانی که ایرلند دچار قحطی و کمبود سیب زمینی شد، اوضاع یکم پیچیده تر شد. بحرانی که همه میخواستن ازش فرار کنن. این قحطی باعث هجوم زیاد مهاجران شد و بیشتر از حدی بود که بشه کنترلشون کرد. در نتیجه افراد زیادی تو این قرنطینه بیمار شدن و مردن و باید تو این جزیره هم دفن میشدن. گاهی که تعداد مرده ها زیاد میشد، تو گورهای دست جمعی دفن میشدن. بعضیا میگن این قسمت جزیره سبزتر از بقیه قسمت‌های اونه و معتقدن که اونا از اجساد زیر زمین تغذیه میکنن. این جزیره تو سال 1940 بسته شد و امروزه فقط میتونیم عکساشو ببینیم. شماره 5، آیزابرمیا. این جزیره خیلی قدیمیه و تقریبا مردم از سال 1700 این جزیره رو میشناسن. حدود 300 سال پیش وجود این جزیره تو سواحل مکزیک به اونا این امکان رو میداد که مدعی نفت دریایی باشن و نذارن که دیگه آمریکایی‌ها تو این منطقه کار کنن. تو سال 2009 گروهی از محققان دانشگاه مکزیک به جستجوی جزیره پرداختن و متاسفانه چیزی هم پیدا نکردن. اونا از همه تجهیزاتشون استفاده کردن تا منطقه ای رو که روی نقشه مشخص شده بود رو پیدا کنن، اما جستجوشون موفقیت آمیز نبود. امروز نظریه‌های مختلفی در مورد سرنوشت این جزیره وجود داره. بعضیا میگن که این جزیره به خاطر گرم شدن زمین یا یک زلزله وحشتناک ناپدید شده، اما بعضیا هم دوست دارن فکر کنن که آمریکا اونجا رو بمبارون کرده، چون اگه جزیره وجود نداشته باشه مکزیک نمیتونه مدعی نفت تو این بخش از اقیانوس بشه. البته مکزیکی‌ها دست بر نداشتن و امیدوارن که دوباره جزیره رو پیدا کنن. شماره 4، جزیره ساکاترا. امروز یمن کشوری نیست که همین جوری بتونین برین و از اونجا بازدید کنین. اونا لحظه‌های زیادی رو پشت سر گذروندن و برای یه گردشگر معمولی جای خطرناکی که به اونجا بره و یه چرخی بزنه. اما اگه این شانس رو داشته باشین که همین الان به اونجا برین، یه جایی هست که نباید از دستش بدین. جزیره ساکاترا. وقتی به این جزیره نگاه میکنین فکر میکنین یک سیاره دیگه است، چون یک سوم گیاهای این جزیره تو هیچ کجای دنیا پیدا نمیشن و در مورد حفاظت این گیاهان میتونم بهتون اطمینان بدم که جای هیچ نگرانی نیست، چون 70% از جزیره پارک ملی اعلام شده که مقامات محلی رو مجبور میکنه تا به خوبی ازش محافظت کنه. تو میونه این همه گیاه شگفت انگیز میشه درخت خون اژدها رو پیدا کرد که برگ‌هاش فقط تو نوک شاخه ها رشد میکنن و شبیه ریشن. در واقع وقتی بهش نگاه میکنیم بهتون این حس رو میده که این درخت ها وارونه کاشته شدن. همه ی این درخت ها منبع داروهای طبیعی، رنگ های پارچه، چوب اطلس و اسانس هن. تنها پستاندارای جزیره خفاشان که داخل غارهای آهکی زیبا زندگی میکنن و اگه اینا هم براتون جالب نیستن، باید بگیم که پیام های زیادی هم داخل دیواره غارها حک شده که محققا میگن مربوط به ملوانایی که قبل از قرن ششم میلادی به دیدن جزیره اومدن. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشین، اما یادتون نره که حتما ویدیوهای ما رو لایک کنید و اون رو به اشتراک بگذارید. این حمایت شما باعث میشه ما بتونیم ویدیوهای بهتر، جذابتر و مناسبتری رو برای شما تهیه، تنظیم و ارائه بدیم. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشین. شماره 3، چشم. گاهی اوقات فیلم ها ما رو با خودشون به دنیاهای غیر ممکن ناشناخته میبرن که یکم باور کردنش سخته. اما گاهی اوقات اونقدر به واقعیت نزدیکه که حس نمی‌کنین که علمی تخیلیه. تو سال 2016 یک فیلمساز به اسم سرگیو نئو اسپلر دنبال جایی برای فیلمبرداری برای فیلم علمی تخیلی جدیدش بود و موقع جستجوی محل این چشم رو پیدا کرد. جزیره‌ای به شکل یک دایره کامل که با یک کانال احاطه شده بود.
که اونم شبیه به دایره کامل. وقتی از بالا نگاه کنین خیلی شبیه چشمه، اما جالبترین چیز در مورد این چشم این بود که شناور بود. توده داخلی روی محور خودش میچرخید که باعث میشد حس ترسناکی بهش بده. بعد از این کشف جالب، نو اسپیلر تصمیم گرفت تا مسیرش رو تغییر بده و حالا قصد داره به جای فیلم علمی تخیلی مستندی درباره این جزیره بسازه. شماره 2، جزیره ایستر. چطور یه مکانی میتونه دور از تمدن‌های دیگه باشه و از جوامع دیگه تأثیر نگرفته باشه ولی سیستم پیچیده ای رو توسعه داده باشه؟ هممون تحت تأثیر همدیگه این و به عنوان انسان رشد کردیم. اما وقتی به جزیره ایستر نگاه کنین، تعجب از این که این مردم هیچ کمک خارجی نداشتن و خودشون این چیزا رو توسعه دادن حتما تعجب میکنید. اگه هیچ کمکی نداشتن چطوری این کارو انجام دادن؟ اونا دور از همه چی بودن. یکی از مرموزترین چیزای این جزیره مجموعی از مجسمه هاست که روی خاکسترهای جامد آتش فشانی حک شده. وقتی اروپایی‌ها این جزیره رو کشف کردن، فکر می‌کردن مردم راپانویی که بومی‌های این جزیره از مردم بومی آمریکای جنوبی کمک گرفتن. اما مطالعات اخیر نشون داده که این دو گروه هیچ وقت ارتباطی با هم نداشتن. یعنی اینکه راپانویی‌ها به تنهایی این مجسمه ها رو ساختن، خودشون اونا رو تراشیدن و حتی چیزایی به این سنگین رو به اینجا آوردن. این مکان پر از رمز و رازه. هیچ چیز مشخصی وجود نداره که تعیین کنه واقعا تو گذشته چه اتفاقی افتاده. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که از این جای مرموز لذت ببریم. و در انتها شماره 1، نان مادال. در رأس این لیست جزیره‌ای با یک شهر متروکه مرموز قرار گرفته. این جزیره تو 1600 مایلی سواحل استرالیا و 2500 مایلی لس آنجلس کالیفرنیا قرار گرفته. اینجا تو محل بسیار دور افتاده تو وسط اقیانوس آرام قرار گرفته. اما اگه این مکان اونقدر دوره، پس چطور یک شهر بزرگ تو اونجا ساخته شده؟ خیلی‌ها سعی کردن جواب این سوال رو بدن، اما هیچ کدوم از اونا به نظر نمیرسه نزدیک اینجا باشن، چون باور دارن تسخیر شده. مردم بومی اسم این مکان رو تپه‌های بهشتی گذاشتن. محققان نمیتونن توضیح بدن چطور این مکان ساخته شده. مردم بومی عقیده دارن که اجدادشون این کار رو با استفاده از جادو انجام دادن. حالا نظر شما چیه؟ به نظر میرسه مثل خیلی از راز و رمزایی که این مکان را احاطه کردن، سوالات زیادی هم برای شما باقی مونده. ولی از یه چیز مطمئنم و اونم اینه که نباید از اکتشاف تحقیق در مورد اطرافمون دست برده. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با کانال هویج همراه هستید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج حواستون رو دارید.